به نام خدا. سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. سال جدید و خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی سرشار از خیر و برکت و شادی و سلامتی و همه چیزای خوب براتون باشه. ما توی جلسات قبل از عید، آخرین جلسه که داشتیم، راجع به مفهوم در حقیقت پوینت استیمیشن صحبت کردیم، یا حالا برآورد نقطه‌ای. و در حقیقت توی این جلسات پوینت استیمیشن ما کاری که می‌خواستیم بکنیم چی بود؟ کاری که می‌خواستیم بکنیم این بود که ما یک در حقیقت مقدار واقعی داشتیم که مربوط به جامعه بود و سعی داشتیم که اینو یه جوری با یه تکنیک های نمونگیری تخمین بزنیم یا یه برآوردی ازش پیدا کنیم. در حقیقت ما یه جامعه‌ای داشتیم، یه پارامتری مثل اومگا داشت، مثل تتا داشت، و کاری که میخواستیم بکنیم اینه که به کمک مجموعه ای از مشاهدات مثل اس یه برآوردی مثل تتا هت برای این تتا بسازیم. و خب حالا راجع به روش‌های مختلفی برای پوینت استیمیشن صحبت کردیم. یک روشمون روش در حقیقت برآورد گشت‌آوری بود، یه روش برآورد به کمک ماکسیموم لایکلیهود بود، یا حالا درست نمایی بیشینه، که خب در حقیقت مثلا یکی دو جلسه راجع به این مفاهیم صحبت کردیم. اما کاری که امروز می‌خوایم بکنیم اینه که می‌خوایم یه ذره راجع به دقت برآوردگرامون صحبت کنیم. می‌خوایم ببینیم وقتی من یه برآوردگر دارم، چقدر این برآوردگر من داره درست کار می‌کنه و من می‌تونم در حقیقت تخمینی از خطای برآوردگرم سعی کنم بدم. این ماجرا اولش یه ذره شعبده بازی طور به نظر میادش و به نظر میاد که ما یهو به طرز چیزی، مثلا به طرز در حقیقت عجیب غریبی میتونیم راجع به خطا تخمین بزنیم، ولی خب میبینیم که حالا این سناریویی که خیلی حالا شگفت انگیزم به نظر میادش، بعدا میتونیم با ایده های ساده‌ای به صورت کلیتری گسترشش بدیم. خب بریم ببینیم این قصه باز اطمینان به چه صورت و چه جوری به کارمون میاد. به عنوان مثال برای یه چیز دستگرمی شروع کنیم. فرض کنیم من 10 تا دانشجوی تصادفی انتخاب کردم از بین دانشجوی دانشگاه و دیدم از این 10 تا دانشجو 4 تا پسر توشونه، 6 تا دختر. خب و هدف من تخمین نسبت دخترها در بین دانشجویانه. خب این نسبت یک مقدار واقعی و حقیقی داره، مثل پای. مثلا من نمیدونم یه عددیه، مثلا چه میدونم 43 صدومه، 57 صدومه، نمیدونم من دقیقش چقدره، ولی خلاصه یک مقدار واقعی داره در دانشگاه. و خب الان من از این نمونه تصادفی که گرفتم در حقیقت یک پایحتی میتونم پیدا کنم که این در حقیقت برآوردی از مقدار واقعی پای. خب توی این نمونه حالا با استفاده از مثلا حالا چه برآوردگر درست نمایی بیشینه بگیم یا حالا خیلی ایده های متداول دیگه، خیلی طبیعیه که من برای این پای بیام نسبت دخترها در این جمعیت رو به عنوان برآوردش در نظر بگم. اینجا من 6 تا دختر دارم در جمعیت 10 تا دانشجوی تصادفی، برای من 16 رو به عنوان تخمین این مقدار واقعی پای در نظر بگم. این خیلی طبیعیه که این کارو بکنم. منتها یه سوالی که خیلی طبیعیه ما در چنین شرایطی بپرسیم اینه که خب خیلی ممنون، دست درد نکنه که این تخمین 16 رو به ما دادی، ولی خب این تخمینی که دادی چقدر خطا داره؟ یعنی چقدر عدد دقیقه؟ چقدر نزدیکه به مقدار واقعی پای؟ در حقیقت طبیعی ترین سوالی که وجود داره اینه که این 16 که من دارم به مقدار واقعی پای چقدر نزدیکه. در حقیقت راجع به دقت این تخمین میتونم سوال کنم. منتها دقت کنید که من سناریویی که برای این پای حد دارم یه سناریوی تصادفیه.
من اومدم 10 تا دانشجوی تصادفی گرفتم، خب، و توش مثلا دیدم 6 تا دختر داره. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ممکنه من یه بار دیگه بیام 10 تا دانشجوی تصادفی بگیرم، این دفعه ببینم 5 تاشون دختر، یه بار دیگه بگیرم ببینم 3 تاشون دختر، یه بار دیگه بگیرم دوباره ببینم 6 تاشون دختره. هر دفعه که من 10 تا دانشجوی تصادفی میگم، تعداد دخترهایی که توش میبینم تصادفیه. خب، بنابراین علاوه بر این که من دوست دارم بدونم یعنی این پای و پای حد چقدر به هم نزدیکن، جواب من به این سوال که اینا چقدر به هم نزدیکن یک جواب قطعی نخواهد بود. اوکی؟ در حقیقت اینطوری نیست که من بگم که حتما این پای و پای حد مثلا 1/10 با هم فاصله دارن. خب، من چنین جوابی نمیتونم بدم. در حقیقت احتمالاً جوابی که میتونم بدم اینه که با احتمال مثلا 7/8 مثلا این جواب من از جواب واقعی 1/10 فاصله داره. خب مثلا میگم با احتمال 80% جواب من از جواب واقعی 1/10 فاصله داره. خب در حقیقت از این سوال میزان نزدیک بودن این تخمین یا این برآورد به مقدار واقعی، یعنی از این دقتی که من دارم، یه میزان اطمینانی من دارم. خب سوالی که من چقدر از این میزان نزدیک این دوتا به هم مطمئنم. و در حقیقت قصه ای که من دارم اینه که من یک چی میگن ترید آفی دارم، یک ترید آف فارسی چی میشه، کسی ترجمه خوبی برای ترید آف داره؟ کسی ترجمه خوبی برای ترید آف پیشنهاد نداره؟ خودم هم چیزی به ذهنم نمیرسه برای ترید آف. در حقیقت یک الوکلنگی من دارم، خب، بین دقت و اطمینان. خب من میتونم دقتم رو زیاد کنم ولی اطمینانم کم میشه. یعنی اگر که من مثلا بخوام بگم که مثلا این پای پای حد با مثلا 1/100 با هم فاصله دارن، خب احتمالا حرفی که میزنم خیلی حرف کشککیه، خیلی کسی نمیتونه بهش مطمئن باشه. از اون طرف میتونم اطمینانم رو زیاد کنم ولی به چه بهایی؟ به بهایی اینکه دقت من کم بشه. به عنوان مثال، باز تو همین مثال، من الان خب یک تخمین 1/16 دارم از این مقدار. خب اگر که بگم که خب من این تخمین 1/16 که دارم، مقدار واقعی پای من در فاصله 1/16 این ور اون ور این عدد 1/16 که من به دست آوردم. خب دقت کنید که من اگه این جوابو بدم، خب جواب درستی، خب من میدونم پای واقعی حتما تو بازه 0 و 1. خب برای من خیلی حساسیت نداشته باشم بگم چقدر به این 1/16 نزدیکه، اجازه بدم که خیلی فاصله بگیره، به اندازه 1/16 فاصله بگیره از این 1/16، میتونم یک جواب کاملا مطمئن بدم. خب بگم با احتمال 1 مقدار واقعی پای من در بازه 0 و 1. خب یه جواب خیلی درسته و خیلی هم به درد نخور، یعنی من هیچی نه نمونه گرفته بودم نه هیچی، این جوابو میتونستم بدم، خیلی چیز به درد بخوری نیستش. در حقیقت من میتونم اطمینانمو زیاد کنم به قیمت اینکه دقت من کم بشه. مثلا من اگر بخوام بگم جواب بین مثلا 0.5 و 0.7 یه میزان اطمینان ازش دارم. خب الان 0.6 رو در آوردم، اگه بخوام بگم پای بین 0.5 و 0.7 یه میزان اطمینان دارم، اگه بخوام بگم پای بین 0.4 و 0.8 اطمینانم بیشتر میشه. خب به طور خاص خیلی محتمله، یعنی اگر جواب بین 0.5 و 0.7 باشه، حتما بین 0.4 و 0.8 هست. و یه موقعی هست که ممکن جواب واقعی من یه اشتباهی کرده باشم، بین 0.5 و 0.7 نباشه ولی بین 0.4 و 0.8 باشه. برای من با کم کردن دقت میتونم اطمینانم رو زیاد کنم. برای من یک ترید آف یا یه حالا وضعیت الوکلنگی بین این دوتا دارم که قاعدتا من دوست دارم هم اطمینانم رو بیشتر کنم هم دقتم رو، ولی خب جفت اینا با هم نمیشه. خب با یک در یک شرایط
ببخشید در یک شرط آزمایش عادی من یا میتونم دقتمو زیاد کنم یا اطمینانم، برای من باید یک حد وسطی بگم که یه میزانی دقت یه میزانی اطمینان و بگم اوکی من اونجا متوقف میشم. خب پس این چالش اول که در حقیقت دقت بیشتر در ازای اطمینان کمتر میاد و اطمینان بیشتر در ازای دقت کمتر، و برای من یه جای این وسط ها رو باید بگیم که هم دقت هم یه چیز معقولی باشه هم میزان اطمینانم یک مقدار معقولی باشه. و خب پیدا کردن این که تو چه رنجی من دقت و اطمینان معقولی دارم این خودش یک چالشیه. منتها اصلا من چجوری میتونم این خطا و این دقت و اطمینان حرفایی که میزنم اصلا چجوری میتونم تخمین بزنم؟ بیایید با یه دونه مثال شروع کنیم. این مثال خیلی مثال روشنگر و خیلی بعدن کمک حالی خواهد شد. فرض کنید که من یک x1 تا xn به من داده شده که توزیعش متغیر نرمال با میانگین میو و واریانس سیگما 2، و فرضم بکنید که سیگما 2 رو میدونیم، یعنی از آسمون یک کسی اومده به من گفته آقا مقدار سیگما 2 اینقدره، خب و من میخوام برای میوی برآوردگر بسازم، یعنی یه برآوردی از مقدار میو داشته باشم، یه تخمینی از مقدار میو داشته باشم. خب برای اینکه این کارو بکنم در حقیقت کاری که میتونم بکنم اینه که اینو پاک کنم ببینم که شما چه تخمینی از میو دارید، چجوری من از میو برآورد بسازم و چجوری در حقیقت تخمین بزنم میو رو، چجوری برای میو یه برآوردگر بسازم. داوطلبی داریم که بخواد بگه برآوردمون از میو چی باشه. یه x1 تا xn از یه توزیع نرمال میو سیگما 2 به من دادن که فرض کنید سیگما 2 رو هم میدونیم، میخواییم برای میو یه برآوردی بسازیم. کسی ایده ای داره چجوری این کار بکنیم؟ هیچ کسی ایده ای نداره؟ روز اول سال خوابی؟ اصلا صدای من میشنوی؟ آه خب صدای منو میشنوید. خب خدا رو شکر. کسی ایده ای نداره چجوری میو رو تخمین بزنیم؟ طبیعی ترین برآوردگر برای میو چیه؟ ایکس بار. دقیقا همونطور که دوستان گفتن خیلی طبیعیه که من در حقیقت از ایکس بار برای تخمین میو استفاده کنم. منتها راجع به خطای این برآوردگر چی میتونیم بگیم؟ اصلا راجع به توزیع ایکس بار چی میتونیم بگیم؟ کسی میتونه توزیع ایکس بار چیه؟ اگه ایکس یک تا ایکس نرمال میو سیگما 2 باشن؟ نرماله با چه میانگین و واریانسی؟ خب همون میانگین و واریانس تقسیم بر n. بله دقیقا. در حقیقت اگه من n تا متغیر نرمال مستقل میو سیگما 2 داشته باشم، در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که x بار رو که در نظر بگیرید، حالا شاید لازم باشه که یه تأکیدی هم اینجا بکنم که اینا منظورم اینه که IID هن، یعنی مستقل هن. خب مستقل و هم توضیح. خب اگه من یه x1 تا xn به این صورت داشته باشم، خب x بار توضیحش میشه یه متغیر نرمال با همون میانگین مونتا واریانسش تقسیم بر n میشه. خب بنابراین اگر من x بار منهای میو رو در نظر بگیرم، x بار منهای میو
یه متغیر نرمال میشه با میانگین صفر و واریانس سیگما 2n. درسته؟ دقت کنید که x بار منهای میو همون دقیقا خود خطاه. این سوالی که من چقدر خطا دارم و در حقیقت الان من دقیقا توضیح خطا رو میشناسم، چون فرض کرده بودم سیگما 2 رو دارم دیگه. یعنی اگر سیگما 2 رو به من بدن، من توضیح خطا رو دقیقا میدونم. توضیح خطا یه متغیر نرمال با میانگین صفر و واریانس سیگما 2n. برای من اگه کسی بیاد به من بگه خطای من توی مثلا چقدر احتمال توی داره توی مجموعه مثل آ بیفته، حالا آ چیزای مختلف میتونه باشه، مثلا اینکه چقدر ممکنه x بار منهای میو مثلا از 4 بیشتر باشه، چقدر ممکنه x بار منهای میو از منهای 3 کمتر باشه، چقدر ممکنه که x بار منهای میو مثلا چه میدونم قدر مطلقش از 2 بیشتر باشه، اینا چیزاییه که از این جنس دیگه. احتمال این که x بار منهای میو متعلق به آ باشه من دقیقا میدونم. دقیقا احتمال اینی که یه متغیر نرمال با میانگین صفر و واریانس سیگما 2n توی مجموعه‌ای مثل آ باشه. اوکی، برای من اینو دقیقا میتونم حساب کنم. و خب همونطور که گفتم احتمالی که x بار منهای میو توی مجموعه مثل آ باشه معادل با اینه که متغیر نرمال با میانگین صفر و واریانس سیگما 2n توی آ باشه. و در حقیقت مثلا اگر من بخوام ببینم که قدر مطلق x بار منهای میو داره مثلا دقیقا مقدار مطلق خطا رو نشون میده، دقیقا من چقدر تخمین من از میو فاصله داره و احتمالی که این فاصله مثلا بیشتر از آلفا باشه مساوی میشه با این که احتمال این که یه متغیر نرمال صفر و سیگما 2n بزرگتر از آلفا باشه. که خب این احتمال رو بخوایم حساب کنیم، من کافیه که در حقیقت یه متغیر نرمال صفر و سیگما 2n اگه من ضرب در رادیکال n بکنمش تقسیم بر سیگما میشه یه متغیر نرمال استاندارد. این معادل با این میشه که متغیر نرمال استاندارد قدر مطلقش بزرگتر از آلفا رادیکال n تقسیم بر سیگما باشه. خب در حقیقت اینم به کمک تابع در حقیقت توزیع متغیر نرمال میشناسیمش دیگه. چقدر احتمال داره که متغیر نرمال قدر مطلقش بزرگتر از این باشه؟ این معادل با اینه که یا یه متغیر نرمال کمتر از منهای این مقدار باشه یا بزرگتر از مثبت این مقدار باشه. احتمالی که کمتر از این مقدار باشه میشه فی منهای آلفا آلفا رادیکال n تقسیم بر سیگما. احتمالی که بزرگتر از این مقدار باشه چون توزیع نرمال متغیره همین مقدار میشه. بنابراین احتمال این که این اتفاق بیفته میشه دو برابر فی منهای آلفا رادیکال n تقسیم بر سیگما، که در حقیقت فی تابع توزیع متغیر نرمال استاندارد. اوکی، پس در حقیقت من اگه تابع توزیع متغیر نرمال استاندارد رو بشناسم که خب میشناسم میدونم چیه، میتونم احتمال این که خطای من از یه مقداری مثل آلفا بیشتر باشه دقیقاً حساب کنم. خب بنابراین در حقیقت اگر شما این سطح دقت آلفا رو بخواید من میتونم میزان اطمینان رو بهتون بگم. اوکی، منتها ما معمولاً ترجیحی که ملت میدن اینه که در حقیقت، حالا بذار من اینطوری بگم قبل از اینکه اینو بگم، ببین پس من احتمالی که x بار منهای میو بزرگتر از آلفا بشه شد این میزان اطمینان یا قطعیت من میشه. و دقت کنید که احتمال x بار منهای میو بزرگتر از آلفا باشه یعنی چی؟ در حقیقت این معادل با اینه که میو متعلق نباشه به بازه x بار منهای آلفا تا x بار به علاوه آلفا. درسته؟ یا معادلن اینو من اینطوری بنویسم، یک منهای احتمال این که میو توی این بازه باشه. خب پس احتمال x بار منهای میو بزرگتر از آلفا میشه یک منهای احتمال این که
میو توی بازه x بار منهای آلفا تا x بار به علاوه آلفا باشه. خب و این یک جورایی داره میزان دقت آنو میگه، میگه اگه شما با دقت آلفا میخواین میو رو تخمین بزنین، احتمالش احتمال میزان اطمینان شما میشه دو برابر فی منهای آلفا رادیکال n تقسیم بر سیگما. اوکی، در حقیقت این چیزی که داره میگه چی میشه؟ در حقیقت هر چی که دقت کنید که این یه مقدار منفیه، خب یعنی این من یه علامت منفی دارم، هم آلفا هم رادیکال n هم سیگما مثبتن، برای من یه مقدار کلش منفی. هر چی آلفا بیشتر باشه این عدد کمتره، هر چی رادیکال n بیشتر باشه این عدد کمتره، و هر چی سیگما کمتر باشه این عدد کمتر. خب بنابراین من با سطح دقت ثابت، خب دقت کنید با سطح دقت ثابت، خب یعنی اگه این دقت رو در نظر بگیرم، با افزایش n اطمینان من بیشتر میشه. خب ببین، من اگه n رو بیشتر کنم این یه عدد منفی تری میشه، بنابراین این فی این کوچیکتر میشه. یعنی من با یه سطح دقت ثابت که آلفاست، با بزرگ کردن n میتونم اطمینانم رو بیشتر کنم. اوکی، رو همون سطح دقت، رو نمیخوام سطح دقت رو تغییر بدم، سطح دقت رو میخوام آلفا نگه دارم. با افزایش سایز نمونه اتفاقی که میفته اینه که من اطمینانم بیشتر میشه. در ضمن اگر خود متغیر نرمالم سیگمای کوچیکتری داشته باشم، باز دوباره در سطح دقت ثابت من اطمینان بیشتری دارم. یعنی اگه من بین دو تا توزیع نرمال داشته باشم، یه توزیع نرمال یه سیگما یکی داشته باشه، یه توزیع نرمال یه سیگما دوی داشته باشه که سیگما کمتر از سیگما دوه، خب من تو سطح دقت ثابت از اونی که واریانسش کمتره اطمینان بیشتری دارم. در حقیقت واریانس یه جورایی داره تغییرات رو به من میگه، و هرچی واریانس بزرگتر باشه اطمینان من کمتر میشه دیگه. اوکی، و اینجا به وضوح ترید آف بین دقت و اطمینانم داریم میبینیم دیگه. من میتونم آلفا رو زیاد کنم، اگه آلفا رو زیاد بکنم یعنی دقتم داره کم میشه ولی اطمینانم زیاد میشه. میتونم آلفا رو کم بکنم، آلفا رو کم بکنم یعنی دقتم داره زیاد میشه. دقت کنید این بازه‌ای که من برای تخمین میو دارم پیدا میکنم کوچیکتر و کوچیکتر میشه، ولی اطمینانم کمتر میشه، چون آلفا رو اگه کوچیکتر کنم این عدد نزدیکتر و نزدیکتر به صفر میشه، و هرچی این عدد نزدیکتر به صفر بشه این فی بزرگتر و بزرگتر میشه. اوکی، و نکته آخری که لازمه دقت کنیم اینه که ببینیم بچه ها، این میو یه عدد ثابته، چیزی که تصادفیه ایکس باره. دقت کنیم، من یه ایکس یک تا ایکس ان نمونه ساده تصادفی گرفته بودم از این توزیع نرماله، یعنی ان تا اومده بودم سمپل از این نرمال تولید کرده بودم، از روش یه ایکس بار حساب کردم، یه بار دیگه سمپل بگیرم قاعدتا یه ایکس بار دیگه به دست میارم، یه بار دیگه به دست سمپل بگم یه ایکس بار دیگه به دست میارم، پس هی من ایکس بارهای متفاوت به دست میارم. اوکی، و بنابراین در حقیقت اون چیزی که تصادفیه این بازه است. خب الان که من نوشتم احتمال میو متعلق به این بازه، این توی نیست که میو یه چیز تصادفیه چقدر احتمال داره تو این بازه بیفته. در حقیقت سوال اینه که چقدر احتمال داره این بازه یه تصادفی شامل میو بشه. اوکی، اون چیزی که تصادفیه بازه است نه میو. میو یه عدد ثابته، و سوال اینه که چقدر احتمال داره این بازه یه تصادفی شامل میو بشه. و بنابراین در حقیقت وقتی من میگم احتمال این برابر با این مقداره، اون چیزی که تصادفیه این بازه هست نه این میوه. اینو با هم قاطی نکنید. اوکی، و ببینیم بچه ها، من پس الان دوباره برگردم یه بار دیگه همون چیزی که جا
جلوتر گفتم، گفتم احتمال اینکه x بار منهای میو متعلق به آ باشه میشه احتمال اینکه یه متغیر نرمال صفر و سیگما دو نوم توی مجموعی مثل آ باشه. بنابراین احتمال اینکه میو، من اگه اینو چیز کنم، میو رو بیارم سمت راست، آ رو ببرم سمت چپ، میشه احتمالی که میو متعلق باشه به x بار منهای آ. خب این میشه خب همون احتمالی که نرمال صفر و سیگما دو نوم تو ای باشه. دقت کنید که چون با توجه به این که نوع متغیر نرمال در حقیقت چیزه، متغیر نرمال یه توزیع متقارنه، اگه من به جای x بار منهای a x بار به علاوه a بذارم فرقی نمیکنه دیگه، به خاطر اینکه اون وقت میشه توزیع صفر و سیگما نرمال صفر و سیگما دو نوم متعلق به منفی a باشه، که احتمال این که یه متغیر نرمال توی مجموعه باشه یا تو منفی اون مجموعه باشه یکسانه دیگه، درسته؟ به خاطر اینکه این مجموعه مجموعه متقارن، یه چیز توزیع نرمال یه توزیع متقارنه، برابر همونقدر که احتمال داره تو آ باشه احتمال داره تو منفی آ باشه. بنابراین من میتونم بنویسم چه x بار منهای آ چه x بار به علاوه آ جواب یه چیزه. اوکی، و حالا با این فرمت که ببینید من در حقیقت اینجا اومدم دقت و ثابت فرض کردم، راجع به اطمینان حرف زدم، یعنی به ازای دقت آلفا اومدم اطمینانم رو حساب کردم. خب حالا میخوام یه کار برعکس بکنم، میخوام اطمینانم رو فیکس کنم. خب مثلا میخوام بگم آقا یه کاری کن این احتماله یه عدد ثابتی باشه، یه عددی که من میگم باشه، مثلا احتمال این که ای میو توی x بار مثلا منهای a یا به علاوه a باشه فرض کنیم میخوام 95% باشه. خب خب با احتمال 95% یه بازه‌ای به من بدید که با احتمال 95% شامل یه مجموعه‌ای به من بدید که با احتمال 95% شامل میو باشه. سوال اینه که بریم به طور طبیعی من الان اطمینانم رو فیکس کردم، میخوام راجع به دقت حرف بزنم، اینم چقدر میتونم دقت داشته باشم. خب وقتی میخوام راجع به دقت حرف بزنم در حقیقت من خوشحال میشم حتی امکان حرفم دقیق باشه دیگه، برای سطح اطمینان ثابت خوشحال میشم که حرفم حتی امکان دقیق باشه، درسته؟ بنابراین خیلی طبیعیه که من دنبال به یک معنای کوچیکترین مجموعه آ باشم به طوری که ضریب اطمینان من یه عدد ثابتی باشه. خب یعنی چی؟ یعنی من یه آلفا به شما میدم، آلفا یه عدد ثابت 95% مثلا، خب حالا یه عددی که من از قبل مشخص میکنم، و به شما میگم که اون آی رو به من بدید که متغیر نرمال من احتمال تو آ بودنش آلفا بشه. خب و این آ حتی امکان کوچیک باشه. ببینید من مجموعه های زیادی رو میتونم انتخاب کنم، زیر مجموعه زیادی از اعداد حقیقی رو میتونم انتخاب کنم که احتمال این که یه متغیر نرمال تو اون مجموعه بیفته بشه 95%. خب مثلا یه همچین ناحیه رو انتخاب کنم، مثلا احتمالش میشه 95%، یا یه همچین ناحیه رو انتخاب کنم میشه 95%، یا مثلا میتونم یه چیز کوچولو اینجا حول صفر رو بندازم بیرون، احتمال که توی این ناحیه باشه میشه 95%. جورای مختلفی من میتونم این کارو بکنم. خب من زیر مجموعه های مختلفی، مثلا اگه آ رو این بگیرم احتمالش مثلا احتمالاً 95%. خب یا مثلا آ رو یه همچین مجموعی بگیرم هم احتمال توی آ بودن 95%. یا مثلا ممکنه من یه تیکه اینجا بندازم بیرون، یه تیکه اینجا بندازم بیرون و احتمال این که توی مابقی ناحیه باشم میشه 95%. خب هزار جور من مختلف میتونم یه مجموعه آ بسازم که احتمالی که متغیر نرمال صفر و سیگما دو نوم توش بشه بشه آلفا، یا معادلن احتمال این که میو متعلق به x بار به علاوه منهای a باشه بشه آلفا. سوال این که کوچکترین آی ممکن رو اگه بخوام پیدا کنم با سطح دقت آلفا، با سطح اطمینان آلفا، کدوم مجموعه a میشه؟ کسی ایده‌ای داره که اگه من اصلا صورت سوال فهمیدین چیه؟
یا من انقدر دارم بد میگم یا شما انقدر خوابید که هیچکی نگرفت چی شد. به نظر میسه خواب خوابید. کسایی که صورت سوال رو نگرفتن دستشون رو ببرن بالا. یه نفر. کسایی که صورت سوال رو متوجه شدن دستشون رو ببرن بالا. خب من از این که از این 13-14 نفر فقط یه نفر متوجه شده یه نفر متوجه نشده دست نتیجه میگیرم که بقیه خوابن دیگه. بالاخره یه صورت سوال فهمیدید یا نفهمیدید دیگه. نمیشه که هم صورت نه صورت سوال فهمیده باشید نه نفهمیده باشید. خوب فهمیدید چه پس دستتون بالا نبودی. خب من یه بار دیگه سعی کنم صورت سوالو بگم. خودم هم خوابم بیاد. واقعا بعد از تعطیلات شروع کلاس ها خیلی کار سختی. ببینید من گفتم احتمال این که ایکس بار منهای میو توی آ باشه این برابر با احتمال این که متغیر نرمالی توی مجموع با میانگین صفر واریانس سیگما 2.9 توی مجموع آ باشه. خب و این الان معادل با چی میشه؟ این معادل با این میشه که احتمال این که میو توی x بار به علاوه منهای آ باشه. در حقیقت این یه مجموعه ایه که احتمالی که میو توش باشه رو من دارم. حالا فرض کنید که یه عدد ثابتی مثل آلفا به من دادن. خب گفتن که من میخوام آلفا 95% باشه، میخوام این احتماله باشه 95%. خب دقت کنید که احتمال این که میو متعلق به ایکس بار به علاوه منهای آ باشه میخوام بشه 95%. یعنی میخوام آ رو یه جوری انتخاب کنم که این احتمال بشه 95%. خب من خوشحال میشم حتی امکان مجموعه آ کوچیکتر باشه، چون هرچی کوچیکتر باشه این مجموعه ایکس بار به علاوه آ یا حالا ایکس بار منهای آ فرقی هم نداره با هم، خب به لحاظ توضیحی فرقی نداره، هرچی آ کوچیکتر باشه این مجموعه کوچیکتر میشه دیگه. یعنی انگار من با سطح دقت بیشتری راجع به میو دارم صحبت میکنم، یعنی با اطمینان ثابت دقتمو دارم بیشتر میکنم. برای این خوشحال میشم من کوچکترین مجموعه آی رو پیدا کنم که این احتمال آلفا بشه، یا معادلا کوچکترین مجموعه آی رو پیدا کنم که این احتمال آلفا بشه. خب پس من به ازای یه متغیر نرمال دنبال کوچکترین مجموعه آ هستم که احتمال این که این متغیر نرمال تو آ بیفته مثلا بشه 95%. حالا سوال اینه که چه آی این ویژگی رو داره؟ من آ رو مثلا باید بیام مثلا چه میدونم اینجوری بگیرم، آ رو باید یه مثلا بازه هول صفر بگیرم، اگه بازه هول صفر باید بگیرم مثلا باید متقارن باشه، باید بازه نامتقارن باشه، یا نه اصلا بهتره که مثلا یه همچین چیزی بگیرم. آ رو چه شکلی بگیرم به نظرتون؟ کوچیکترین آ رو میتونم به دست بیارم که این احتمال حالا یه عدد ثابتی که من از قبل مشخص کردم بشه. یکی از دوستان میگن متقارن، مجموعه های متقارن زیادی داریم. چه مجموعه متقارنی در نظر بگیرم؟ مثلا این مجموعه متقارن یا این مجموعه متقارن یا این مجموعه متقارن. گزینه های متقارن زیادی داریم. هول صفر باشه چرا؟ ببین بچه ها
من تابه چگالی متغیر نرمالم. اولا خود تابه چگالی متغیر نرمال یه تابه متقارن، خب، و رو اعداد مثبت که نگاه میکنید این یه تابه نزولیه، تابه چگالیش، درسته؟ پس اگر من یه مجموعهی مثل آ بخوام، خب، که کوچیکترین سایز ممکن رو داشته باشه و 95% مساحت این زیرم داشته باشه، نه چشنی که بهترین گزینه اینه که من اینو یه بازه متقارن حول مبدأ بگیرم. ببین فرض کنید که من یه اول بذار تو بازه بودم بگم که اگه بازه باشه چرا خوبه متقارن باشه. ببین مثلا من فرض کنید این بازه رو در نظر بگیرید و این مساحت 95% باشه، خب، و یه بازه نامتقارن باشه، خب، یعنی مثلا این ورش از این ورش طولانی تر باشه. خب اگر من بیام از اینجا یه ذره از سمت مثلا فرض کنیم همچین بازه‌ای رو گرفتم، اگه من یه ذره اینجا اضافه کنم، خب ببینید سطحی که اضافه میشه انقدره، در حقیقت تقریبا سطحی که اضافه میشه میشه این دلتا ایکس ضرب در این ارتفاع رو اگه مثلا بگیریم وای، به اندازه وای دلتا ایکس این ور اضافه میشه. خب مثلا اینو بگیم وای دو، اما اگه این ارتفاع رو من بگیرم وای یک، خب وای یک از وای دو کوچیکتره، بنابراین من میزانی که میتونم این ور کم بکنم اگه باشه وای یک دلتا ایکس یک، این برم باشه وای دو دلتا ایکس دو. پس این مثلا فرض کن یه لحظه بذارید من اینو چیز کنم، مثلا فرض کن این ارتفاع باشه وای دو و اینم باشه دلتا ایکس دو، خب من این بر باشه مثلا وای یک این دلتا ایکس یک. خب حالا من الان اینا رو با فاصله کشیدم که محسوس باشه، ولی خیلی زیادی محسوس شد. خب ببینید من اگه بخوام این مساحت با این مساحت برابر باشه، خب با یه کوچولوم پایین نوشتم، خب اگه بخوام این مساحت با این مساحت برابر باشه، اتفاقی که میفته اینه که من اگه اینجا به اندازه یه دلتا ایکس دو اضافه کنم، اینجا این دلتا ایکس یکی که کم میشه خیلی بیشتر از این دلتا ایکس دوه، به خاطر اینکه من وای دوم بیشتر، یعنی مثلا اینجا من اینو دارم اضافه میکنم، اینجا اینو اضافه میکنم، اینجا من کلن ارتفاعی که دارم از این ور بیشتره. خب بنابراین اگه من به ازای یه مساحت ثابتی این ور اضافه کنم و این ور کم کنم، اتفاقی که میفته اینه که این دلتا ایکس دو کوچیکتر از دلتا ایکس یک میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من مثلا بازه اولیم این بود، خب من میتونم از سمت راست یه ذره اضافه کنم ولی از سمت چپ بیشتر کم کنم، بنابراین به یک بازه کوچیکتر برسم. یعنی الان این طول از این طول کمتره دیگه، به خاطر اینکه من چیزی که اضافه کردم این دلتا ایکس دو است ولی چیزی که کم کردم این دلتا ایکس یک است. خب این سطح ها مساحت ها وقتی برابر باشن دلتا ایکس دو از دلتا ایکس یک کمتره. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه توزیع نرمال متقارنه و رو اعداد مثبت نزولیه. اوکی؟ بنابراین اتفاقی که میفته اینه که من اگر بخوام بازه انتخاب کنم، بهترین گزینه اینه که بازه من متقارن باشه. چون اگه من مثلا یه بازه متقارن داشته باشم، مثلا فرض کنید این بازه رو داشته باشه، خب اگه از این ور بخوام یه ذره زیاد کنم، چیزی که باید از این ور کم کنم ارتفاعش بیشتره، بنابراین ارزش کمتر از این میشه. یعنی این چیزی که اضافه میکنم بیشتر میشه ارزش. همینطور برعکس اگه من یه بازه متقارن داشته باشم، این ور بخوام یه چیزی اضافه کنم تو همین مساحت، اتفاقی که میفته اینه که همین مساحت رو باید این ور کم کنم، این اختلاف طولی که اینجا دارم کم میکنم کمتر از اختلاف طولی که اینجا زیاد میکنم. اوکی؟
در حقیقت به خاطر این تابع چگالی نرمال توضیحش متقارنه، تابع چگالی نرمال یا متغیره، یه تابع نرمال متقارنه و رو اعداد مثبت نزولیه، بنابراین اگر من یه سطح ثابت بخوام بگیرم، یه مساحت ثابت بخوام بگیرم، تو بین تمام زیر مجموعه هایی که سطح ثابت دارن، تمام آهایی که سطح زیر نمودار روی مجموعه آ یه مقدار ثابته، اون آی کوچیکترین طولو داره که متقارن حول صفر باشه. اوکی؟ بنابراین اگه من یه بازه متقارن حول مبدا بگیرم، بیشترین مساحت با کمترین طول رو پیدا میتونم کنم. یعنی به ازای مساحت ثابت، کمترین طول بازه وقتی که من بازم حول مبدا بگیرم. اوکی؟ و با یه استدلال ساده مشابهی هم میتونید نشون بدید که بهترین کار اینه که بازه بگیرید. یعنی اگه بخواید یه تیکه‌ای رو جا بندازید به ضررتونه. مثلا اگه من بیام مجموعه‌ای که در نظر میگم یه همچین چیزی باشه، این به ضررم. خب یا اگه مجموعه‌ای که میخوام در نظر بگیرم یه همچین چیزی باشه، باز به ضررمه. اوکی، میگم در حقیقت به خاطر این دوتا ویژگی که تابع چگالی نرمال اولا متقارن حول صفر، ثانیاً نزولی رو اعداد مثبت، با سطح ثابت کوچکترین مجموعه آی که میشه داشتش اینه که باز بازه متقارن حول مبدا باشه. اوکی، و در حقیقت من یک کمیتی میتونم تعریف کنم، بهش میگم زی آلفا. خب در حقیقت زی آلفا رو اگه اون مقداری تعریف میکنم که احتمال این که متغیر نرمال صفر و یک کمتر مساوی زی آلفا باشه، خب در حقیقت همون فی زی آلفا، فی تابع توزیع متغیر نرماله، این بشه آلفا. خب یعنی اگه شما یه آلفا به من بدید، زی آلفا اون مقداریه که احتمال کمتر مساوی زی آلفا میشه دقیقا آلفا. در حقیقت اینو بهش میگیم کوانتایل آلفای متغیر نرمال دیگه. یعنی در حقیقت زی آلفا کوانتایل آلفا متغیر نرمال استاندارد. خب اگه من زی آلفا رو اینطوری تعریف کنم، دقت کنید که اگه آلفا کمتر از یه دوم باشه، زی آلفا کمتر از صفر دیگه. و این به خاطر اینکه متغیر نرمال تابع توزیعش رو که نگاه میکنید، در حقیقت به ازای اعداد منفی کمتر مساوی یه دومه، تو صفر دقیقا میشه یه دوم، و به ازای اعداد بزرگتر از صفر بزرگتر از یه دوم میشه. بنابراین اگه من بخوام ببینم به ازای چه مقداری، به ازای چه زی آلفایی احتمالی که نرمال صفر کمتر از زی آلفا بشه میشه آلفا، و آلفا کمتر از یه دوم باشه، به ازای اعداد منفی به من آلفای کمتر از یه دوم میده. اوکی، یعنی اگه یا برعکس، در حقیقت اگه من آلفا رو کمتر از یه دوم بگیرم، زی آلفا کمتر از صفر میشه. خب در حقیقت آلفا رو اگه صفر بگیرم، بذارید اینجا چند تا مقدار رو بنویسم حدودی شو. در حقیقت اگه آلفا رو بگیرم صفر، زی آلفا چی میشه؟ اگه آلفا رو بگیرم صفر، زی آلفا چی میشه؟ اون چه مقداریه که احتمال این که متغیر نرمال استاندارد کمتر از اون بشه میشه صفر؟ کسی میدونه؟ چون من دارم ناامید میشم. احتمالی که متغیر نرمال استاندارد کمتر مساوی چه مقداری باشه میشه صفر، منفی بی‌نهایت. بله دقیقا دایی نبی جواب دادن، ولی میپذیریم فعلا. خب اگه آلفا رو بذارم یه دوم، زی آلفا چقدر میشه؟
به ازای چه مقداری احتمالی که نرمال استاندارد کمتر مساوی چه مقداری باشه میشه یه دوم؟ بله صفر. خب و در حقیقت حالا بذار من یه یکی دو مقدار چیزش هم بهتون بگم. مثلا اگر آلفا رو فکرم صفحه بعد نوشته بودم، مثلا بذاریم 0.025، مثلا زی آلفا میشه منهای 1.96 مثلا. خب یعنی در حقیقت کوانتایل 25000 متغیر نرمال میشه منهای 1.96، یعنی احتمال این که کمتر مساوی منهای 1.96 باشه میشه 25000. اوکی خب پس زی آلفا اینطوری تعریف میشه، زی آلفا اون مقداریه که احتمالی که متغیر نرمال استاندارد کمتر مساوی اون باشه میشه دقیقا خود آلفا. و بنابراین اگه آلفا کمتر از زی دوم باشه، زی آلفا کمتر از صفره، به خاطر اینکه دقیقا به زی آلفا مساوی زی دوم زی آلفا میشه صفر. اوکی خب بنابراین حالا با استفاده از این تعریف زی آلفا، احتمال این که میو متعلق بشه به x بار به علاوه زی آلفا ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکال n تا x بار منهای زی آلفا تقسیم بر سیگما رادیکال تقسیم بر رادیکال n. دقت کنید که مثلا اگه من فرض کنم آلفا کمتر از زی دوم، گفتم زی آلفا منفیه دیگه، برای این عدد از این عدد کوچیک‌تره دیگه، یعنی اینجا که زی آلفا با علامت مثبت دارم یه عدد منفیه، زی آلفا با علامت منفی یه عدد مثبته. خب پس احتمال این که میو توی این بازه باشه معادل با این میشه که یه متغیر نرمال صفر و سیگما دو اینو، خب میو منهای ایکس بار میشه یه نرمال صفر و سیگما دو اینو دیگه، این توی بازه زی آلفا ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکال اینو منهای زی آلفا تقسیم بر سیگما ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکال این باشه. خب و من میتونم در حقیقت اگه این نرمال اینو این بازه رو یه تقسیم بر سیگما ضرب در رادیکال n کنم، متغیر نرمال هم میشه یه متغیر نرمال استاندارد، و این معادل با این میشه که متغیر نرمال استاندارد توی بازه زی آلفا و منهای زی آلفا باشه. خب اینم مساوی میشه با احتمال یک منهای این که متغیر نرمال هم کمتر از زی آلفا باشه، یا اینکه متغیر نرمال هم بزرگتر از منفی زی آلفا باشه. در حقیقت این که متغیر نرمال استاندارد توی این بازه باشه معادل با اینه که کمتر از زی آلفا نباشه، بزرگتر از منفی زی آلفا هم نباشه دیگه، برمانی میشه یک منهای این. خب احتمالی که نرمال من کمتر از زی آلفا باشه که خب میشد آلفا، این همین دقیقا تعریف زی آلفاست. خب پس این میشه آلفا. احتمالی که بزرگتر از منفی زی آلفا باشه، چون متغیر نرمال چیز متغیر نرمال استاندارد، اینم دوباره میشه آلفا. پس این احتمال میشه یک منهای دو آلفا. پس احتمال این که میو من توی این بازه باشه میشه یک منهای دو آلفا. اوکی و برابر این من به این بازه x بار به علاوه زی آلفا ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکال n و x بار منهای زی آلفا ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکال n میگم یک بازه اطمینان یک منهای دو آلفا برای میو. چرا میگم یک منهای دو آلفا؟ به خاطر اینکه میو احتمال اینکه میو تو این بازه باشه میشه یک منهای دو آلفا. اوکی الان همه فهمیدین چی شد؟ من فکر میکنم دارم با خودم صحبت میکنم. خب خدا رو شکر حداقل یکی گفت فهمید. خب پس من به این بازه میگم یه بازه اطمینانه یک منهای دو آلفا. یک منهای دو آلفا یعنی احتمال شمول میو. خب این با احتمال یک منهای دو آلفا شامل میو. خب و دقت کنید که گفتم این یه بازه اطمینان یک منهای دو آلفا. ببینید در حقیقت من الان این بازه رو اومدم متقارن گرفتم. من همونطور که اینجا گفتم بازه ها مجموعه های زیادی میتونم داشته باشم که این احتمال بشه حالا آلفا یا یک منهای دو آلفا، هر جوری که هستش. خب در حقیقت این یه جورایی کوچکترین مجموعه ایه، این کوچکترین بازه ایه که
احتمال شمول میوش در حقیقت یک منهای دو آلفا. من میتونم بازه‌های دیگه ای هم بسازم که احتمال اینکه اینا شامل میو بشن یک منهای دو آلفا باشه، ولی از بین تمام بازه هایی که من میتونم بسازم که احتمال اینکه اینا شامل میو باشن یک منهای دو آلفا است، این کوچیکترین بازه شه. خب و به خاطر همین حالا نوشتم یه بازه اطمینان. من ممکن بازه اطمینان دیگه بسته کاربردی که دارم بتونم بازه اطمینان دیگه بسازم. خب این چیزی که گفتم، مثلا همونطور که گفتم اگه آلفا رو بزنیم 25000 زی آلفا میشه منهای 1.96. خب دقت کنید که اگه آلفا رو بزنیم 25000 یک منهای 2 آلفا میشه 95000. بنابراین احتمال این که میو متعلق باشه با x بار منهای 1.96 سیگما تقسیم بر رادیکال n و x بار به علاوه 1.96 سیگما تقسیم بر رادیکال n، این میشه 95000. در حقیقت این بازه یک بازه اطمینان 95% برای میو. اوکی، یک بازه اطمینان 95% برای میو. اوکی، پس دقت کنید، من اگر بدونم x1 تا xn من داره از توزیع نرمال با میانگین میو و سیگما دو میاد، و یه فرض دیگه هم کرده بودم. فرض دیگه هم چی بود؟ مثلا حداقل تاریخ درس رو یادتونه ده دقیقه قبل. اگه x1 تا xn متغیران نرمال با میانگین میو سیگما دو باشن و سیگما دو را من داشته باشم، خب اون وقت به این صورت من میتونم یه بازه اطمینان برای میو بسازم. خب یعنی این یه بازه ایه، دقت کن که x بار از اون نمونم دارم حساب میکنم. خب نمونه که گرفتم به من x بار رو میده، سیگما هم که فرض کرده بودم دارم، رادیکال n هم که رادیکال سایز نمونمه، 1.96 هم که در حقیقت چیز دیگه چی میگن؟ این زی 25000 رومه منهای 1.96. اوکی؟ یعنی شما سطح اطمینان رو به من گفتید، گفتید آقا من میخوام با اطمینان 95% بسازم، یه باز اطمینان با اطمینان 95% بسازم. من اومدم یک منهای دو آلفا رو 95% گذاشتم، آلفا در اومد 25000 روم و در حقیقت رفتم زیه 25000 رو حساب کردم که شد منهای 1.96 و احتمال که میو توی این بازه باشه میشه 95000. اوکی، یکی از دوستان گفتن استاد به نظر کلن امروز اوضاع جالبی نداریم. کاملا با تو موافقم. خب بذار من یه مثالم بزنم بعد ببینم که باید با شماها چیکار کنم امروز. یه مثال عددی بزنم، بذارید اینو فعلا ول کنیم. مثلا فرض کنید که یک کسی اومده به من گفته که یه گروهی از خانوم ها مثلا توزیع قدشون یه متغیر نرمالیه با میانگین میو که من نمیدونم چنده و واریانس 8:2. خب همینجا میذار معلومه که این یه ذره یه حالیه، من میو رو نمیدونم بعد واریانس رو میدونم، یه حالیه. ولی حالا فرض کنید این اوکی. خب یک کسی اومده به من گفته که از آسمون گفته که یه گروهی از خانوها هستن اینا توزیع قدشون نرماله با یه میانگین میو که نمیدونیم و واریانس 8:2. خب و من یه گروهی تصادفی از این خانوما گرفتم 16 نفر، اینا میانگین قدشون فرض کنید شده 165 سانت. خب و من میخوام یه بازه اطمینان 95% برای میو بسازم. خب برای اینکه این کارو بکنم در حقیقت باز اطمینان 95% یعنی یک منهای دو آلفا باید باشه 0.95 و این یعنی که آلفا باید باشه 0.025 و بنابراین من همینجور جمع جورش کنم، در حقیقت زی آلفا مساویه با منهای
1.96. خب بنابراین در حقیقت من میام احتمال باز اطمینانی که میسازم میشه x بار به علاوه z 25000 ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکاله، اوکی، و x بار منهای z 25000 ضرب در سیگما تقسیم بر رادیکاله. خب اینا هم حساب بکنیم، z 25000 که منهای 1.96 بود، خب 8 تقسیم بر رادیکال 16 خب میشه 2، اینم که دوباره خودشو نوشتم ضرب در 8 تقسیم بر رادیکال 16 دوباره 2 که خب پس میشه در حقیقت یه باز همچین بازه ای میده 161.800 و 168.92. یعنی من با احتمال 95% این بازه با احتمال 95% شامل میو است. اوکی، با احتمال 95% این بازه‌ای که من اینطوری دارم شامل مقدار واقعی میو میشه. به امید خدا من موضوع رو جلسه بعد ادامه میدم. خسته نباشید.